ناراحت بشی. شما هواداران خوشحالی، شادابی، نشاط و امید رو در جامعه در واقع ایجاد میکنه که بسیار خوبه و مطلوب باشگاه هست و برای باشگاه موفقیت حتما اثرات مثبت خودش داره. هیچ کس از موفقیت بدش نمیاد، هیچ کس از این بدش نمیاد که برای خود بنده هم یک شوک بزرگ بسیارم. دو سه شب واقعا اصلا این چند شب دیدم بود در شب واقعا زندگی خود منم کاملا مختل شده. حالا ضمن اینکه عزیزانی اومدن شماره بنده رو فضای مجازی پخش کردن یه یک میلیون خوشی و فلان و ناسودا و خوشهای نامزدان در شهر شخصیت هوادار باشگاه این عظمت نیست که مثلا هیچ کسی ما خوش ناموسی بگیریم. ما اونم تعمل کردیم خوشهای ناموسی رو میشه بگیم از 912 و 14 و 16 و 11 به من خوش ناموسی بگیرن که اصلا اینا بعدم دیدم خیلی عجیبه برای من یک نفر از یک طرف حتی اینجوری به ما خوش ناموسی میده و تهدید به مرگ میکنه و میخواد دیگه خودت و خانوادت آتیش میزنن. باز همینا رو ما تحمل کردیم. ما به خاطر پرسپولیس خیلی چیزای از این بدتر هم اگر باشه تحمل میکنیم و تلاش میکنیم. ببینید امروز باشگاه شرایط خاصی، شما یک قهرمانی در لیگ بود، یک قهرمانی در جام حذفی بودید، سوپر جام بودید، دربی بودید، در اوج قرار دارید. امروز وظیفه ما بستن یک تیم خوبه، دارید تلاش میکنیم. من از سه روز گذشته تمام وقتم رو گذاشتم مشکل بچه هایی که تو قراردادشون این هستی میدوانم جدا بشوند رو حل کنم که حالا امروز یک شو اعلام میکنیم. مشکل اونهایی که مسائل مالی داشتن قراردادشون مشکل داشته داریم حل میکنیم، داریم به بازیکنان جدید مرتبا مذاکره میکنیم. فکر ما رو بذارید آزاد باشه. عزیزان من وقتی که شما نزدید من وارد باشگاه و محیط کارم بشم و از محیط کارم درست خارج بشم چجوری میتونم برای باشگاه تلاش کنم، چجوری میتونم کار کنم؟ شما خودتون این رو ببینید، اجازه بدهید باشگاه به وظایفش عمل کنه. باشگاه خیلی کارهای زیادی چند روز داره. مشکل آقای برانکون ما مسئله مالیش رو حل کردیم که نشد نامه‌ای بود که آقا من نمیخوام بمونم. باز ما تأکید کردیم شما باید بمونید، شما قرارداد دارید، ما به هیچ وجه با فصل یک طرفه موافق نیستیم و الان هم تأکید میکنیم که نیستیم و نخواهیم بود. شما نامه ما رو بخونید ببینید چه نامه ما نوشتید به ایشون. وقتی که ایشون خواسته بره پولش هم آماده است، همین الان در باشگاه توی حساب ما اینجا میتونه شهادت بده که پول آماده است. میگن آقا پول آماده نبوده، چرا ما تهمت میزنیم؟ چرا ما به باشگاهی که باید امین ما باشه، مدیران باشگاه باید امین ما باشن، شما باید امین ما باشید، یک روابط و یک تعامل و یک اعتماد متقابل اگر در این سیستم وجود داشته باشه رشد و تعالی پیشرفتی وجود نخواهد داشت. من خواهش میکنم از شما یه مقدار آرام باشید نسبت به مسائل. همه چیزا رو من تو کانادا میکنم، 90% مسائلی که به باشگاه زردون زده میشه تهمتی که شما خدای نکرده بر اساس ناآگاهی بعضی پخش میکنه بین همدیگه که اینا خودن اینا خائن هم خیانت چیز بدی خیانت برای ماهایی که اومدیم از صبح تا شب داریم اینجا جونمون رو گذاشتیم، وقتمون رو گذاشتیم، برای چی باید خیانت میکنیم؟ چرا تلاش میکنیم که اینجور کنیم؟ آدم خائن پوش جور میکنه، آدم خائن تلاش میکنه، آدم خائن این کار رو انجام میده. نه حرفای خوبی نیست. امروز باشگاه شرایطی داره نیاز به آرامش داره.
نیاز به یک آرامش برای اقدامات بعدی داره. ما دو دوست یه تمرین خوشی باشه، بعد سرمایت مشخص باشه، بعد بازیکنایی که بخواد بگیره سریعا جذب کنیم که بسیاری از اقدامات داره انجام میشه. من این فشار نه تو کمد بودم، نه نمیدونم کما میگفتم کما بودم، نه قیافه هم میبینید نه به آدم کمدی میخوره نه به آدم کمدی. داشتم که محیط آرامتر چون وقتی که باشگاه رو میگیرید بی حساب من دیده دوستان بیا برو یه دونه مثلا چک بیار اینجا، نه که مثل بیاد دیره چک بیارم من باید بازی کنم بخوام تمدید کنم. من فرستادم اینجا نمونه قرارداد بیارن بیرون، من بتونم قرارداد ببندم، اجازه داده نشده بیاد بری نمونه قرارداد از باشگاه بیاره. ببین این واقعا این کارا کمک میشه به باشگاه آرام باشید، حوصله کنید. باشگاه باشگاه و کارکنانش دارم تلاش میکنم برای آینده بهتر. یک اتفاق رو کاری نکنید که نسبت بگم بیاد مسائل بعدی و مشروعات دیگر رو هم تحت شعاع قرار بده. آرام باشه که این احساس احساسات هواداری همشون بگو همه قدر پاک و درست هست، بجز اونهایی که واقعا وقتی که من میبینم فوش ناموسی میده فرد، من به این آدم احساس میکنم که این احساس حواسه به پاک نیست. احساس حواسه به پاک نیست که این روش کنه دوست داره پرسپولیس قهرمان بشه، عشق پرسپولیس داره، احساس قابل درک قابل احترام هست. من از اینی که شما حتی هر چیزی بگید به خاطر اون احساس خوبتون نگرانی ندارم اصلا، ولی یک چیزی رو نگرانم، ترسم از اینی که افرادی در هدایت شده و با برنامه قبلی تو جمع شما باشن شعارهایی بدن که نه به این موضوع آقای برانکو نه به پرسپولیس ربط داره، میخوان اهداف شخصیشون رو اینجا دنبال کنن و ما با تجمعات خودمون و با رفتارهای خودمون به این اقدامات نادرست دامن بزنیم که تا این اقدامات نادرست هیچگاه موفقیت پرسپولیس نخواهد، موفقیت یک سری افراد خواهد که از روزی که ما آمدیم اگر یه پستی نگرفتم، اگر به یه جایی نرسیدم، مرتبا آقا چرا من پست نگرفتم، اینها را اومدن رفتن یک سری جریانات در واقع زیرزمینی، جریانات متفرقه و یک سری موضوعات را اندازی کردن. هدفشون پرسپولیس نیست، هدفشون موفقیت پرسپولیس نیست، میخوان پرسپولیس رو زمین بزنن. هوادار باید به گوش باشه، هوادار باید مواظب باشه که دام اینا نیفتیم، ما مواظب باشیم و شما مواظب باشیم که دام اینا نیفتیم. امروز باشگاه اولویت هایی دارن که باید اجازه بدید باشگاه به اولویت هاش بپردازه. نامه که بر اعتدادی بله، دوباره نامه دوم امروز زدیم اون جواب نگیرد. آقا اگه کار غیر قانونی کنید دونه آروم آقا دونه دونه بشین دیگه برادر اون وسط وایسادی اینه چی بشین دیگه بشین بابا بشین آقا بشین من چی نمیبینم برادر آقا جلویا بشینن بشین بشین
آقا بشین آقا آقا بشین تو بشین بشین آقا محترم بشین زمین آقا همه کی بشین آقا ای والله بشین آقا بشین آقا همه کو بشین آرسنال آرسنال بشین زمین مریم بشین آقا بشین آقا آقا ساکت بچه‌ها سواری که باشگاه پول نداره به هواداشو میده. مگه نمی‌گید مردمی آقا یارا؟ بشین آقا بشین بشین بشین. در هیئت باشگاه بوده. به دلیل اینکه شمعیت باشگاه زیر سوالیه هیچ پول شماره حساب خوردمون کرد. یک حساب اجازه بدید. یک حسابی در خان یک حسابی در سایت باشگاه داشته که از آن افداره دیروز من چک کردم ببینم هر چیزی که آقای برام خوب اومده چقدر توی حساب رفته میدم این حساب صفر آره همیشه خوب شرنگر میگه پول باشگاه بده که چرا دروغ میگی من موتورم فروختم هستم چرا دروغ میگی استقلال پول است بس ما فقط نه اصلا از آن پول آقا کجا میده پول پاداش میده نیست اصلا صفره آقا بشین ساکت آقا بشین چی میگه بس خودمون هم بکشیم اینا استقلال میده مدیر بینی آقا استقا استقا 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 استعفا استعفا مدیر بیلیاقت استعفا استعفا مدیر بیلیاقت استعفا استعفا مدیر بیلیاقت استعفا استعفا ما شب اینجاییم این دو تا تلافیه هر افسر بیرواری